خلاصه کتاب پاکسازی ذهن اثر اس جی اسکات و بری داوینپورت چگونه ذهنمان را از منفی بافی و نگرانی ها و استراب پاک کنیم پادکست زمزم همراه شما در خلاصه ارزشمندترین کتاب های دنیا با مطالعه این کتاب می آموزید چگونه ذهنتان را از منفی بافی نگرانی و استراب پاک کنید به گفته مارکوس اورلیوس یک زندگی شاد برای آنکه ساخته شود به چیز زیادی نیازمند نیست تمام چیزهای لازم در درون شما قرار دارند در طرز تفکرتان قطعا هر انسانی گاهی به دام افکار منفی میافتد این مسئله غیر قابل اجتناب است همه ای ما میدانیم که زندگی واقعی مثل فیلم های دیزنی شاد و تخیلی نیست بنابراین کاملا غیر ممکن است که بتوانیم تمام زندگیمان را در حبابی از افکار مثبت بگذرانیم بهترین کاری که میتوانیم بکنیم این است که جلوی رفتارهای ناخودآگاهمان را بگیریم و خودآگاهمان را به کار بیاندازیم. افکار منفی را شناسایی کنیم، نگذاریم تحت فشارمان قرار بدهند و جلوی غرق شدن در این دریای منفی بافی را بگیریم. اگر بتوانیم این توانایی را در خود ایجاد کنیم سلامت روان و تندرستی ایمان تحت تاثیر این افکار منفی قرار نخواهد گرفت اندیشه های مکالمات درونی شما با خودتان و یکی از بخش های طبیعی زندگی هستند حتی زمانی که به این مکالمات زمزمه مانند آگاه نیستید باز هم به شکل تمام وقت در ذهنتان جریان دارند نویسندگان کتاب استیو اسکات و بری داوینپورت پیشنهاد می کنند لحظه درنگ کرده و به افکار خود اشراف پیدا کنید. سپس خواهید دید که افکارتان مانند یک جریان مداوم و پچپچ مانند از ذهنتان عبور می کنند و در رفت آمد هستند. این افکار بیشتر اوقات می توانند به ما بگویند چه اقداماتی داشته باشیم. اگر مثبت باشند که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. اما اگر منفی باشند می توانند کاری کنند که بسیاری از فرصت های خود را از دست بدهیم یا می توانند ما را مجبور به انجام یک عمل اشتباه کنند این زمزمه های دائمی آنقدر قدرتمند هستند که می توانند به راحتی حواس ما را از حضور در اینجا و اکنون منحرف کنند شاید با خودتان فکر کنید که تنها راه حل این است که بیشتر و با جدیت بر افکارمان متمرکز شویم و در جنگی سخت و طاقت فرسا تلاش کنیم که خودمان را از این چرخه معیوب و دائمی بیرون بکشیم اما این کار عملا غیر ممکن است آن افکار به دلیلی در ذهنمان حضور دارند و ما هر چقدر دست و پا بزنیم و برای فرار از آنها تلاش کنیم بیشتر در باطلاقشان فرو خواهیم رفت آنها به تقلای ما قویتر شده و شدیدتر از قبل خودشان را نشان میدهند ممکن است گاهی سعی کنیم با پرخوری مصرف مواد مخدر یا نوشیدنی های الکلی روابط جنسی و ورزش و غیره این زمزمه های ذهنی را خاموش کنیم اما اینها فقط راه حل های موقتی هستند به محض از بین رفتن اثرشان افکارمان برمیگردند و دوباره ما را گرفتار می کنند این خلاصه کتاب کمکتان می کند که خداگاهتان را به کار بیاندازید افسار افکارتان را در دست بگیرید و آنها را به شکل دیگری بازآفرینی کنید. این کار اصلا سخت نیست. مطمئن باشید که به راحتی می توانید انجامش بدهید. هدف این کتاب هم دقیقاً آموزش دادن همین تکنیک است. ما به شما عادت ها، فعالیت ها و ذهنیتی را می آموزیم که می توانید از آنها برای پاکسازی ذهنتان کمک بگیرید و تمرکز و هوشیاری مورد نظرتان را به دست بیاورید. در این کتاب به پرسش های زیر پاسخ داده می شود. یک. چرا ذهن انسان به منفی بافی گرایش دارد؟ دو. پاکسازی محیط اطرافمان چه کمکی به پاکسازی ذهنمان می کند؟ سه. چرا به تعویق انداختن کارها قاتل تمرکز و حواس جمعی است؟ و چهار تغییر چارچوب افکار منفی و بازآفرینی آنها چگونه اتفاق میافتد بخش اول ذهن انسان گرایش سرسختانه و ناخداگاهی به منفی بافی دارد. مغز انسان حدود 100 میلیارد سلول عصبی دارد. نسبت به این تعداد مقداری بیشتری هم در نخواه اتان به سر می برند. همچنین تخمین زده شده است که پیوندهای بین این سلول های عصبی به حدود 100 تریلیون می رسد. با این اصاب فکر می کنید که چگونه می توانید افکار حاصل از این ساختار پیچیده را کنترل کنید. پاسخ بسیار ساده است با یک پاکسازی درست و حسابی برای ما انسانها ها منفی نگری کاری بسیار آسانتر است تا مثبت اندیشیدن ما ترجیح می دهیم تهدیدها را تهدید و چالشها را سختتر ببینیم دلیلش این است که عوامل محرک منفی در مغزمان فعالیت عصبی بیشتری نسبت به عوامل مثبت به وجود می آورند. آنها همچنین به دلیل شدت و قدرتشان سریع و آسانتر توجه ما را به سمت خود جلب می کنند. نویسنده های کتاب این حالت را سوگیری منفی نامیدهاند. دکتر ریک هانسون عضو ارشد مرکز گرید گوتسایز در دانشگاه بروکلی کالیفرنیاس این مرکز تحقیقی در علومی مثل روانشناسی، جامعه شناسی و عصب شناسی در جهت پرورش جوامع انسان دوستانه سالم و مثبت فعالیت می کند. دکتر هانسون دیدگاه جالبی را در مورد سوگیری منفی مطرح کرده است. او میگوید مغز اجداد ما برای آنکه آنها را در مقابل خطرات زنده نگه دارند به شکلی تکامل پیدا کرد که بتواند بر روی عوامل و محرک های منفی بیشتر تمرکز کند اما این کار باعث می شد که اجدادمان به مرور مرتکب یک اشتباه شوند تهدیدها را اقرار را آمیزتر نگاه کنند و فرصتها و امکانات پیشرو را دست کم بگیرند دکتر هانسون در ادامه می گوید این روند تکامل باعث شده است که مغز ما برای تجربه های منفی مانند نوار چسب عمل کند و در برابر تجربه های مثبت مثل یک روکش نچسب باشد. به بیان دیگر ما در هر وضعیتی به سرعت به سمت افکار منفی شیرجه می رویم. و این احتمال را که ممکن است شرایط پیش آمده آنقدرها هم که فکر می منفی نباشد نادیده می گیریم. در بخشی از کتاب آمده است ذهن شما مبنا و اساس تمام تجربیاتتان و همچنین تعیین کننده نقش و تأثیری است که در زندگی دیگران دارید با توجه به این واقعیت تمرین و پرورش ذهنی بسیار منطقی به نظر می رسد. می توانید با تمرینی به نام بازآفرینی یا تغییر چارچوب مغز خودتان را برای مثبتتر شدن تربیت کنید. در بخش های بعدی از جزئیات بیشتری در این مورد صحبت خواهیم کرد مشکل اینجاست که اگر شما در این یک چارچوب ذهنی منفیگیری بیافتید احتمالش بسیار زیاد است که اسیر چرخه استراب و افسردگی بشوید بنابراین راز یک زندگی شادتر در این است که ذهنتان را پاکسازی کنید کنترل اوضاع را به دست بگیرید چارچوب افکارتان را تغییر دهید و آنها را به شکلی مثبت بازآفرینی کنید بخش دوم چرا با وجود همه تلاش های باز هم از نظر ذهنی و روحی به هم ریخته دلایل زیادی برای به هم ریختگی ذهنی وجود دارد اما سبک زندگی ما نقش بسیار مهمی در این میان بازی می کند. این روزها استرس بخش بزرگی از زندگی روزمره ما را در بر گرفته است. در این رابطه نویسندگان کتاب به دن مجری اخبار شبکه ای بی اس و نویسنده کتاب ده درصد شادتر اشاره می کنند. دن شغل پر استرس رقابتی و پرکاری داشت که او را به مرور دچار افسردگی و افس استراب کرده بود. او اصلا متوجه این مسئله نبود تا اینکه مشکلاتش شدت پیدا کردن و سرانجام در یک برنامه زنده تلویزیونی دچار حمله حراس شد. اتفاقی که برای دن افتاد تنها یک واکنش انسانی به تمام فشارهایی بود که مدتها داشت تحمل می کرد. باید بدانیم که بیش از حد قرار گرفتن در معرض اتفاقات منفی و ناراحت کننده می تواند مشکلاتی از این دسته برای سلامت روان همه ما به وجود بیاورد. تناقض انتخاب یکی از مسائلی است که می تواند در کنار اتفاقات منفی و آزاردهنده روزمره قرار گرفته و برای ما مشکل ساز بشود. این اصطلاح را نویسنده های کتاب برای حالتی انتخاب کردند که این روزها بسیار به چشم می‌خورد. آزاد بودن و داشتن گزینه های مختلف برای انتخاب. داشتن حق انتخاب چیز شگفت است اما فرصت های بیشتری باعث می شوند که ما بیش از اندازه فکر کنیم و خودمان را در معرض سردرگمی و استراب قرار بدهیم. تناقض انتخاب حتی در برخی کارهای ساده مثل خرید مواد غذایی یا لباس هم پیش می آید. ما برای هر محصولی که می خواهیم بخریم زمان زیادی را صرف جستجو و بررسی می کنیم. اما چگونه ممکن است که بتوانیم خیلی سریع و راحت برای انتخاب یک بسته شکر تصمیم بگیریم در حالی که در مقابل خود شش برند و بسته بندی و نوع مختلف از آن می بینیم. تناقض انتخاب منجر به استراب، بلا تکلیفی، فلج ذهنی و نارضایتی می شود. خانه هایی با وسایل زیاد، میزهای کار شلوغ، کمت های پر از لباس، صفحات شلوغ دستگاه دیجیتال و تمایل ما به خرید چیزهایی که ممکن است هیچگاه کاربردی در زندگی ما نداشته باشد هم یکی از دلایلی است که ذهنمان را به هم می ریزد. تمام این وسایل و این دستگاه‌ها وقت و بازدهی ما را کم کنند و باعث شوند افکار منفی و استراباور به سراغمان بیایند. این واقعیت ها که ذهن ما گرایش زیادی به منفی گرایی دارد، کارها را سخت‌تر پیش خواهد برد و به هم روح ما را افزایش خواهد داد. بخش سوم تمرکز بر تنفس کمک می کند که با بدن و ذهنتان ارتباط عمیقتری برقرار کنید. یکی از بهترین ابزارهایی که می توانید برای بودن در لحظه کنترل اندیشه ها و جلوگیری از بیش از فکر کردن استفاده کنید همین الان همراه شماست نفس کشیدن ما هر روز حدود 20 هزار بار نفس می کشیم اما از آنجایی که بدنمان این کار را به شکل خودکار انجام می دهد خیلی کم پیش می آید که آگاهانه به آن فکر کنیم درست است که حسکرهای موجود در مغز، رکها، ازولاد و ششها تنفس را بر اساس نیاز بدنتان هماهنگ می کنند اما شما این قدرت را دارید که حتی این کار خودکار را هم کنترل کرده و بر آن مسلط شوید اولین نشانه افکار کلافه کننده و استرس آور تغییری است که در نفس کشیدن به وجود می آید. اما اگر در چنین شرایطی بتوانیم بر تنفس خود متمرکز شده و کنترلش کنیم می بر این افکار آزار دهنده هم مسلط شویم. به طور مثال وقتی وحشت می کنید، نگران می شوید یا بیش از حد فکر می کنید نفس های کوتاه و ناقصتری را تجربه خواهید کرد. نفس هایی که حتی به دیافراگم هم نمی رسد. شما می توانید تنفستان را کنترل کنید و آنها را طولانی تر یا عمیق تر انجام بدهید. این کار افکارتان را هم آرام می کند. به زبان ساده، تمرکز در تنفس در زمان استرس، استراب یا در حال بیش از حد فکر کردن به ما کمک زیادی می کند. در ادامه می توانید تعدادی از بهترین کارهایی را که برای به وجود آوردن عادت تنفس عمیق و متمرکز مفید هستند بشناسید. یک به جای خمیده و قوز کرده نشستن صاف بنشینید تا ششهایتان فضای بیشتری برای فرود اکسیژن داشته باشند. نسبت به قسمت های از بدنتان که دچار فشردگی شده اند و تنفس را سخت می کنند آگاه شده و سعی کنید با نفس های راحت تر به بهتر کار کردن این بخش ها کمک کنید. دو از طریق بینی نفس بکشید نه از طریق دهان. بینی شما دارای یک سیستم دفاعی است که جلوی ورود سموم و هوای به شدت سرد را به بدن می گیرد. برخلاف دهان بینی می تواند گازهای سمی و خطرناک را شناسایی کرده و به با کیفیت شدن تنفستان کمک کند. 3 از تنفس شکمی استفاده کنید. یعنی وقتی شما مشغول نفس کشیدن هستید سعی کنید معده خود را به آرامی از هوا پر کرده و هنگام بازدم اجازه دهید که شکمتان کم کم به حالت عادی برگردد. این شکل از تنفس را تبدیل به یک عادت کنید. چهار به تفاوتی که تنفس کم اوق و تنفس شکمی یا دیافراگمی دارند توجه کنید تنفس کم اوق در قفسه سینه متوقف می شود اما تنفس دیافراگمی بسیار عمیقتر و مفیدتر است چون لپای پایینی ریه را پر می کند و باعث تبادل کامل اکسیژن می شود. همچنین تنفس دیافراگمی اندامهای شکم را ماساژ داده و آرام می کند. بنابراین در آینده هر زمان که خواستید خودتان را از افکار غیر مفید و منفی رها کنید به درون خود متمرکز شده و شروع کنید به آرام نفس کشیدن و کم کم عمیقترشان کنید. به زودی خواهد، خواهید دید که دوباره بر افکار خود مسلط شده و آرامشتان را به دست آورده اید. بخش چهارا مراقبه راهکاری قدیمی اما مفید برای تربیت مغز و کنترل افکار وقتی پای کلمه مراقبه وسط می آید، چشم خیلی از آدمها از تعجب گرد می شود. آنها فکر می کنن که برای مراقبه باید عارف یا بودایی باشند. فکر می کنن مدیتیشن یعنی ساعت ها بی حرکت نشستن در حالت لوتوس و ذکر گفتن و مناجات است. اما مدیتیشن چیزی فراتر از این کلیشه های ذهنی است. مراقبه می تواند در آرام نشستن در گوشه و متمرکز کردن اندیشه ها به درونمان خلاصه شود. به گفته دیپاک چوپرا، مدیتیشن راهی برای ساکت کردن ذهن نیست، بلکه که روشی است که برای وارد شدن به سکوتی که از قبل در آنجا وجود داشته، اما زیر هزاران فکر روزانه دفن شده است. در بخشی از کتاب آمده است که مراقبه تقریبا شبیه تمرین کردن در باشگاه ورزشی است. با این تفاوت که این کار باعث تقویت عضلات تمرکز و توجه شما می شود. روش های مختلفی برای مدیتیشن وجود دارد و این واقعا مهم است که ببینید کدام نوعش به شما بیشتر کمک خواهد کرد. با این حال ساده ترین راه برای شروع این است که به جای آرام و راحت بنشینید و بر روی تنفستان تمرکز کنید. و هر عاملی که موجب حواس پرتی می شود کنار بگذارید. اگر مدیتیشن را به شکل یک تمرین روزمره انجام بدهید کم کم شاهد تفاوت در خود خواهید بود نتایج یک تحقیق در دانشگاه واشنگتن نشان داده است که مراقبه برای افزایش بهرهوری و تمرکز بسیار مفید است مطالعات دیگری هم نشان داده است که مراقبه سطح استرس را در بدن کاهش می دهد. بنابراین راز کسب رضایت از مدیتیشن این است که به شکل دائم و مرتب انجامش بدهید با مداومت و افزایش مهارت در این زمینه مزایای ذهنی، فیزیکی و احساسی آن را در طول زمان مشاهده خواهید کرد. به احتمال زیاد در اوایل کار دچار این احساس می شوید که انگار در جنگی همیشگی با ذهن خود هستید. اما مطمئن باشید که به مرور و با تمرین مداوم در این جنگ پیروز خواهید شد. بدانید که هدف از تمرین های مدیتیشن این نیست که به نیروانا برسید یا بیداری معنوی را تجربه کنید. شما فقط قرار است مهارت تمرکزتان را افزایش بدهید و کنترل زهرتان را در دست بگیرید. بخش پنجم تغییر چارچوب افکار منفی به مقابله با منفی گرایی کمک می کند. مغز انسان توانایی تفکر تحلیلی و تفکر خلاق را داراست. تفکر تحلیلی به ما در حل سریع و کارآمد مسائل کمک می کند. تفکر خلاق هم به ما اجازه می دهد تا ایده های اصیل و پیچیده خلق کنیم. اما در این میان افکار ناخوانده هم حضور دارند که چیزی غیر از ایجاد استرس و به هم ریختگی ذهنی به دنبال نمی آورند. با یادگیری تغییر چارچوب و تنظیم مجدد افکارتان به راحتی می توانید این مشکل را حل کنید. اما قطعا به زمان و تلاش زیادی نیاز دارید. تغییر چارچوب و قالب بندی مجدد افکار یعنی آگاه شدن از اندیشه ها و یادگیری این مهارت که خودتان را از افکارتان جدا کنید. برای این کار قبل از هر چیز یک تماشا کننده باشید و ببینید که در ذهنتان چه می گذرد. این کار را باید به صورتی بیطرف انجام بدهید و هیچ فکری را قضاوت نکنید. با یادآوری این نکته که افکارتان چیزی به غیر از فکر و خیال نیستند خودتان را از آنها جدا کنید مثلا اگر این فکر به ذهنتان رسیده است که سر من خیلی شلوغ است به هیچ وجه نمیتوانم کارهایم را تمام کنم آن را به این شکل بازآفرینی کنید من فکر می کنم که نتوانم کارهایم را تمام کنم با این کار حقیقت را به خودتان یادآوری می کنید این که شما و افکارتان یکی نیستید و بر آنها تسلط دارید. یک نه با صدای بلند بگویید و صدی میان خود و فکرتان مجسم کنید. به عنوان مثال یک دیوار بزرگ را تصور کنید که مسیر افکارتان را مسدود کرده است. یا تصور کنید که فکرتان را در یک جعبه قرار می دهید و در آن را قفل می کنید. برخی از افراد هم به این نتیجه رسیدن که بستن یک نوار کشی دور مچ دستشان بسیار کمک کننده است. آنها هر زمان که فکر منفی به ذهنشان برسد بند دور مششان را میکشند و سپس رهایشان میکنند این کار باعث می شود که جریان افکار منفی را برای مدتی متوقف کنند اکثر مردم تحت تاثیر عوامل محرکی دچار افکار منفی می شود. افراد و عواملی که تحریکتان می کنند و شما را به سمت افکار منفی می شناسایی کنید با دقت به آنها فکر کنید و در جایی نامشان را بنویسید. وقتی محرک های خود را بشناسید، در برابرشان از قبل آمادگی پیدا خواهید کرد و راحت تر می توانید جلی افکار منفی را بگیرید. اگر همه این روش ها با شکست مواجه شد، حواس خودتان را پرت کنید و ذهنتان را مشغول چیز دیگری بکنید تا جایی برای افکار منفی باقی نماند. ذهن و افکارتان را به چالش بکشید. هر زمان فکر منفی سراغتان آمد اتفاق یا موفقیت مثبت را به خودتان یادآوری کنید که مخالف آن فکر منفی باشد این عادت به مرور کمکتان می کند که جلوی جریان افکار منفی را بگیرید ممکن است این سال برایتان پیش آمده باشد که اگر افکار منفیمان دلیلی منطقی داشته باشد باید چه کار کنیم واقعیت این است که شما نمی توانید در زمانهای سخت افکار منفی خود را از بین ببرید ولی می توانید با استفاده از تکنیک پذیرش از شدتشان کم کنید. اگر با واقعیت شرایط بد کلنجار بروید، خودتان را وارد لایه دیگری از درد و رنج می کنید. در چنین شرایطی، یک لحظه صبر کنید و فقط بگویید من این وضعیت پیش آمده را می پذیرم. این کار کمکتان می کند که قبل از هر چیزی از جنگ و تنش ذهنی رها شوید. بتوانید به درس های مثبتی که می شود از آن وضعیت آموخت فکر کنید و بعد از آن به دنبال راهکارهایی برای حل مشکل بگردید. پذیرش و قبول کردن یک وضعیت منفی به این معنی نیست که در برابر آن تسلیم شده اید بلکه یعنی به شکل کورکورانه با آن شرایط نمی جنگید و خودتان را در وضعیتی آرام قرار می دهید که بتوانید روشی درست را برای حل کردنش در پیش بگیرید بخش ششم چرا ارزش های اساسی ما برای تعیین هدف حیاتی هستند؟ شناخت آنچه واقعا در زندگی برایتان مهم است کمکتان می کند که بر افکار خود مسلط شوید. معمولا بسیاری از مردم در این مسیر دچار مشکل می شوند. اما اگر موفق شوید که ارزش های بنیادین خود را پیدا کنید می توانید روی آنچه واقعا مهم است تمرکز کرده و چیزهایی را که اهمیت ندارند و باعث استرستان می شوند از بین ببرید. ارزش های اساسی شما در زندگی می توانند با عنوان میار حیاتی برای انتخاب ها و تصمیمات مهمتان عمل کنند. به بیان ساده تر، دانستن اینکه چه ارزش هایی برای شما بنیادین هستند کمکتان می کند که ذهن خود را از مسائل بیمورد پاک کرده و جلوی هدر رفتن وقت با ارزشتان را بگیرید. همچنین این ارزش ها به شما کمک می کنن که خود واقعیتان باشید. به این سوال فکر کنید که می خواهید چه کسی باشید و چطور زندگی کنید. لیستی از اولویت ها و ارزش های اساسی خود که برای زندگی شخصی و کاریتان مهم هستند بنویسید. سپس به این فکر کنید که آیا زندگی حال حاضرتان با آن ارزش ها همسو است یا نه؟ به طور مثال، اگر یکی از ارزش های شما این است که وقتی بیشتری را کنار خانواده بگذرانید ولی برعکس پنج روز از هفته را به سفر ب... میپردازید پس احتمالاً به ارزشتان پایبند نیستید. بنابراین به این فکر کنید که چه کارهایی می توانید برای همسو کردن آن ارزشها ها با زندگی و شغلتان انجام بدهید و آن کارها را نیز یادداشت کنید بعد از قطعی شدن لیست مورد نظرتان هر روز زمانی را برای مرور کردن آن بگذارید و مطمئن شوید که کارهایی که انجام می دهید که شما را به هدفتان می رساند. دانستن ارزش های اساسی به شما کمک می کند که در زندگی خود هدفمند باشید. بدون هدف ما دائما از این شاخه به آن شاخه می پریم و هرگز دستاوردی نخواهیم داشت. بدون هدف هرگز نمیفهمیم که خوشبختی واقعی دقیقا چه حسی دارد. داشتن هدف یا اهداف مختلف به این معنی نیست که در آینده زندگی می کنید. زیرا همه ای ما میدانیم که بین نگرانی بیمورد درباره آینده و تفکر و برنامه‌ریزی برای آن تفاوت وجود دارد. بدون هدف و برنامه زندگی همچنان ادامه خواهد داشت اما تفاوت در این است که وقتی برنامه داشته باشید شانس بیشتری هم برای رسیدن به جای دلخواهتان را دارید همانطور که روانشناس مشهور به نام آبراهام مازالو یک بار گفت توانایی حضور در زمان حال یکی از معلفه های اصلی سلامتی ذهن است اطمینان پیدا کنید که اهدافتان این ویژگی ها را داشته باشند یک مشخص باشند اهداف مشخص به شش سال شما پاسخ می دهند. چه کسی در این هدف با شما دخیل است؟ چه چیزی برای رسیدن به آن هدف مورد نیازتان است؟ کجا به هدفتان خواهید رسید؟ چه زمانی می خواهید به هدفتان برسید؟ کدام محدودیت ها سر راهتان قرار دارد؟ و چرا می خواهید به این هدف برسید؟ دو، قابل ارزیابی باشند. اهداف قابل ارزیابی کمکتان می کند هدفتان را از نقطه الف تا ب بسنجید. اهداف قابل ارزیابی به سوالاتی مثل چقدر، چه, چه تعداد و به چه سرعتی پاسخ می دهند. سه، قابل دستیابی باشند. باید هدفتان قابل دسترس اما در عین حال کمی هم فراتر از تواناییتان باشد. این کار کمی چالش برانگیز است اما غیر ممکن نیست. چهار متناسب با خواسته هایتان باشند یعنی با آرزوها و هر چی که در زندگی می خواهید هماهنگ باشند پنج. زمان بندی شده باشند باید موعد مقرر و مشخصی داشته باشند آنگاه در زمان مشخص شده متوجه خواهید شد که به هدفتان دست پیدا کرده اید یا نه این نکته بسیار مهم است که اهداف شما با چه چیزهایی که در زندگی دوست دارید و از آنها لذت میبرید همراستا باشند اگر غیر از این باشد که اصلا هدف داشتن چه فایده ای دارد مطمئن باشید با هر هدفی که محقق می شود احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری نصیبتان خواهد شد مخصوصا اگر اهدافتان با شغلتان همسو باشند بخش هفتم مشکلات ارتباطی ما را سریعتر به سمت فلاکت سوق می دهند این یک واقعیت است که مشکلاتی که در روابطمان پیش می یکی از بزرگترین دلایل ناراحتی ما در زندگی هستند. درست است که زندگی نمی تواند بدون مشکل و سختی باشد. اما اگر میبینید که با بعضی از افراد دائما دچار مشکل هستید و تعاملتان با آنها باعث تحلیل رفتن احساساتتان میشود پس باید دنبال روش هایی بگردید که یا مشکلتان را حل کنید یا به این فکر کنید که آیا آن افراد واقعا سزاوار ماندن در زندگی شما هستند اگر افراد به شکل مداوم حال شما را بد می هرگز از اینکه از زندگی خود بیرونشان کنید احساس گناه نداشته باشید یکی از طولانی ترین هایی که در مورد شادی و خوشبختی انجام شده از است پژوهش هاروارد در زمینه رشد تکامل بزرگسالان است طبق نتایج این پژوهش افرادی که بر روابط شخصی و اجتماعی خود تمرکز دارند بسیار خوشحالتر و سالمتر از افرادی هستند که بیشتر از روابطشان به جاه طلبی و کسب موفقیت اهمیت میدهند البته منظور از روابط رابطه های سالم و شاد است که به طور کلی این صفات را دارا هستند اولویت دادن به رابطه، داشتن ارتباطات گسترده، توانایی حل و فصل مشکلات به شکل سالم، احترام و اعتماد متقابل، علایق و سرگرمی های مشترک، سمیمت فکری و احساسی، توانایی پذیرش و بخشش، سمیمیت فیزیکی در روابط آشغانه. اگر زمانی متوجه شدید که با برخی از افراد مهم در زندگی خود مشکلاتی دارید، قبل از هر چیزی در درون خود علت را جستجو کنید. تلاش برای تغییر دادن دیگران کمک کننده نیست. شما فقط می توانید روی خودتان و واکنش هایی که نسبت به رفتارهای آنها دارید کار کنید. بخش 8. چگونه بیشتر در لحظه حال حضور داشته باشید؟ آیا تا به حال با دوست یا همسر خود برای تفریح به بیرون رفته اید؟ آیا پیش آمده است که آنها مدت زیادی را مشغول صحبت با تلفن خود باشند و به شما یا هر چیزی که در اطرافشان اتفاق میافتد توجه نکنند؟ شرایط آزاردهنده است. اینطور نیست؟ حضور در لحظه برای داشتن روابطی سالم و شاد بسیار حیاتی است. حتی پژوهشی در دانشگاه کارولینای شمالی نشان داد که زوجهایی که ذهن آگاهی را به صورت مرتب تمرین کردند مثل حضور در لحظه اکنون و اجتناب از رفتارهای ناخودآگاه و غریزی شاهد پیشرفت‌های سریع و گسترده‌ای در روابط خود بودند یادگیری گوش دادن کاری است که همه باید انجام بدهند گوش دادن همدلانه کاری سختی به نظر می رسد اما تفاوت زیادی در روابط شما ایجاد می کند. می توانید برای تمرین این مراحل را امتحان کنید. به شخص مقابل اجازه دهید بر مکالمه تسلط پیدا کرده و موضوع بحث را مشخص کند. کاملا به او توجه کنید حتی اگر نکته مهمی به ذهنتان رسید صحبت او را قطع نکنید. در مواقع مناسب سوالاتی باز بپرسید که طرف مقابل را بیشتر صحبت کردن دعوت کند نه سوالاتی که به بله یا نه ختم می شوند. تا همه چیز را نشنده اید دست به نتیجهگیری گیری نزنید. بعد از پایان صحبت او نکات اصلی آن شنیدید را برایش بازگو کنید. با این کار شما در لحظه حال حضور پیدا خواهید کرد. با آن شخص ارتباط نزدیکی خواهید ساخت و در نتیجه رابطه تان خواهد شد. راه های دیگر این است که از محکوم کردن خود هنگام صحبت کردن جلوگیری کنید و اظهارات منفی در مورد افراد دیگر را کنار بگذارید. اگر در صحبت های خود دائم مشغول تحقیر کردن طرف مقابل باشید یا حرف های ترسناک بزنید ممکن است آنها شما را به عنوان یک فرد منفی بشناسند. شما همچنین می توانید مراقبه مهربانی را امتحان کنید. این نوع مراقبه روی توسعه احساسات مهربانانه نسبت به دیگران و فرستادن افکار و کلمات مثبت به سمت آنها متمرکز می شود. پژوهشگران دانشگاه استامفورد متوجه شدند که این نو مدیتیشن احساسات مردم را در زمینه روابط اجتماعی تقویت می کند. آخرین نکته‌ای که باید برای حضور در لحظه و بهبود روابطتان در نظر بگیرید این است که از مقایسه کردن خود و زندگیتان با افراد دیگر خودداری کنید. مقایسه کردن باعث می شود که اعتماد به نفستان کاهش پیدا کند و چشماندازها و اهدافتان در زندگی از بین بروند. البته شبکه های اجتماعی هم به این مشکل دامن زدن. آنها کاری می کنن که ما دائما زندگی و ثروت خود را با دیگران مقایسه کنیم. اما واقعیت این است که زندگی که برخی افراد در شبکه های اجتماعی نشان میدهند معمولا یک توهم و سراب است بنابراین به جای مقایسه کردن سعی کنید همیشه نیمه پر لیوان را ببینید و به خاطر چیزی که درون لیوان است سپاسگزار و قدردان باشید بخش نهم با گذشته خود خودحافظی کنید روابط و تجربیات منفی گذشته می توانند به راحتی بر روی روابطی که در حال حاضر داری تأثیر بگذارند و یک چشم یا تفکر منفی را در شما پرورش بدهند. حرفا و مکالماتی که در گذشته مطرح شدند می توانند تا سالها با ما بمانند و اگر احساسات بدمان درباره آنها برطرف و حل نشود می تواند زخم های بزرگ و چرکینی ایجاد کند. نکته اصلی این است که اگر می خواهید در لحظه حضور داشته باشید و روابط حال حاضرتان را بهبود ببخشید باید با هر اتفاقی که در گذشته افتاده از خداحافظی کنید. باید ذهنتان را از آن اتفاقات پاکسازی کرده و آن مشکلات را رها کنید. هر مسئله ای را که می توانید حل کنید، حل کنید. مشکل را از سمت خودتان مورد بررسی قرار بدهید و ببینید بعضی کارها یا رفتارها را چگونه می به شکل دیگری انجام بدهید. با خودتان فکر کنید که آن اتفاق یا مشکل چه درس هایی برای آینده به شما آموزش می دهد و سرانجام بخشش کامل را بیاموزید. نیازی نیست که حتما به فرد خاصی مستقیما بگویید که او را بخشیده اید بلکه همین که در ذهنتان او را ببخشید کافی است. این کار به شما کمک می کند که موضوع در ذهنتان بسته شود و بتوانید از آن مرحله عبور کنید. اما چه زمانی وقت رها کردن است؟ مواقعی در زندگی وجود دارد که مجبور میشوید افراد خاصی را ترک کنید. فقط به این دلیل که آنها بیشتر از خوشبختی باعث ناراحتی شما می شون. البته این ترک کردن به راحتی هم نیست و اگر به آن فرد احساسات شدیدی داشته باشید می تواند بر شما آسیب هایی به دنبال داشته باشد. اما نویسندگان کتاب معتقد هستند که اگر فردی در زندگی شما هر یک از ویژگی های زیر را داشته باشد وقت آن رسیده است که ترکش کنید. سوء استفاده کلامی عاطفی یا جسمی دروغگویی و بیوفایی های مداوم ارزش های اساسی کاملا متفاوت و غیر هماهنگ سمی و منفی بودن در بیشتر اوقات نابالغ بودن از نظر عاطفی و سوء استفاده احساسی مداوم هر گونه اعتیاد و مشکلات روانی حل نشده عدم تمایل به برقراری رابطه گاهی اوقات هم یک رابطه هیچ اثر سمی خاصی ندارد و خیلی معمولی و ساده ادامه پیدا می کند. اما دیگر باعث احساس خوشبختی در شما نمی شود. در این گونه موارد اگر دلیل مشکل را در درون خود پیدا نکردید و از سلامت روحی خود مطمئن شدید نهایتا از اینکه بخواهید با رابطه ایتان خداحافظی کنید اصلا دچار احساس گناه نشوید بلکه فقط سعی کنید به روشی درست با فرد مورد نظرتان خودحافظی کنید مثلا با او یک مکالمه رو در رو داشته باشید یا اگر فکر می که در مکالمه رو در رو ممکن است رفتارهای عجیبی نشان بدهد از نامه نوشتن یا پادر میانی یک نفر از نزدیکانتان کمک بگیرید پایانی را برای رابطهتان در نظر بگیرید که برای هر دو طرف کمترین آسیب را داشته باشد بخش دهم پاکسازی محیط اطرافتان به هم ریختگی های ذهنیتان را هم از بین می برد. ابتدا از خانه خود شروع کنید. خانه شما باید محلی برای صلح و صفا و آرامش باشد جایی که در پایان یک روز سخت و طولانی بتوانید به آن پناه برده و احساس امنیت و راحتی کنید با این وجود اکثر ما انسان ها بر روی جمعآوری چیزهایی تمرکز می کنیم که فضای خانه و زندگیمان را به هم ریخته و شلوغ می کنند. ما با خانه های خود کاری می کنیم که اصلا نتوانیم درونشان استراحت کنیم. اما این وسواس بیمورد برای جمع آوری کردن وسایل بیمنی و غیر کاربردی و گذاراندن بیشتر وقتمان در شبکه های اجتماعی به معنای از دست دادن لحظه حال است. ما حضور در اینجا و اکنون را از خودمان دریق خواهیم کرد. به گفته ی ویلیام موریس چیزهایی را در خانه خود نگه ندارید که نه به دردتان میخورند و نه زیبا هستند. شلوغی و آلودگی بینایی و ذهنی بر روی مغزتان تاثیر منفی میگذارد و تمرکز را بسیار دشوار می کند. پژوهشگران مؤسسه علوم و اعصاب در دانشگاه پرینستون تحقیقاتی را انجام دادند که مستقیما به اهمیت زندگی ساماندهی شده و منظم اشاره می کرد. این تحقیق ثابت کرد که آشفتگی های محیطی توانایی تمرکز و عملکرد مغز را دچار مشکل می کند و موجب از دست رفتن آرامش می شوند. بنابراین پاکسازی خانه و محل زندگیتان را در اولویت قرار داده و هر روز ده دقیقه برایش زمان بگذارید. اگر این پاکسازی و ساماندهی را به صورت مرحله به مرحله انجام بدهید در آخر متوجه می شوید که پیشرفت بزرگی کردید و تأثیراتش را در پاکسازی ذهنتان هم می بینید. حال زمان سمزدایی دیجیتال است. بسیار از مردم وقتی عبارت سمزدایی دیجیتال را می شنوند ناگاهان دچار وحشت و استراب می شوند. چرا که ما نسبت به تکنولوژی وسواس پیدا کرده ایم و خودمان را بدون آنها ناتوان تصور می کنیم. اما باید این نکته را به خاطر بیاوریم که مدت ها قبل از به وجود آمدن شبکه های اجتماعی هم همه آدم ها به راحتی زندگی می کردن و مشکلی برای زنده بودن و دوام آوردن نداشتند. به مدت زمانی که صرف استفاده از دستگاه های دیجیتال خود می کنید بیاندیشید. به تلفن، لپتاپ، تبلت و دستگاه بازی خود به خوبی دقت کنید. آنگاه تازه میفهمید که چگونه شما را از حضور در اینجا و اکنون دور می کنند. و باعث می وقتی را که می توانید کنار عزیزانتان بگذرانید یا تجربه واقعی داشته باشید از دست بدهید. نویسندگان کتاب پیشنهاد می کنند که هر روز یک ساعت وقت خودتان را مقدس بدانید و از هر دستگاه دیجیتالی دور شوید. کامپیوترتان را خاموش کنید تلفن همراهتان را در کشو بگذارید و به جایی روشن کردن هر دستگاه دیجیتال دیگری به سرگرمی های واقعی مثل خواندن کتاب نقاشی پیاده روی ساختن یک کاردستی یا نواختن ساز روی بیاورید علاوه بر این کار خوب است که نگاهی هم به درون دستگاه های خود انداخته و آنها را هم پاکسازی کنید مثلا صفحه تلفن همراه یا دسکتاپتان را از برنامه های غیر ضروری و بدون استفاده پاک کنید. شلوغی و به هم ریختگی دستگاه های دیجیتال باعث می شود که تمرکزتان را از دست بدهید و ذهنتان هم شلوغ و سنگین شود. پس خودتان را از شر همه پرونده های اضافی خلاص کنید و یک سیستمی برای زخیر سازی و آسانتر پیدا کردن برنامه های مورد نیازتان داشته باشید. بخش یازدهم. حتی فعالیت های روزانه شما هم نیاز به پاکسازی و ساده سازی دارند. ذهن همه ما دائما درگیر است. درگیر اینکه تمام تلاشمان را بکنیم تا بتوانیم در پایان هر روز تیک تمام کارهای روزانهمان را رو بزنیم. برنامه های خود را به شکلی تنظیم می کنیم که از یک قرار ملاقات به قرار ملاقات بعدی برویم و اگر حتی مدت کوتاهی هیچ کار خاصی نکنیم احساس ناراحتی و شکست به سراغمان می آید. تمام این کارها باعث شدند که ما زندگی کردن را فراموش کنیم یادمان برود که گاهی هم نیاز داریم که فقط و فقط باشیم باشیم و کار نکنیم باید بدانیم که با این بدو بدو کردن ها چیزی به دست نمی آوریم اما انگار ما رو شستشوی مغزی دادن تا باور کنیم بد و نادرست است که گاهی زمانهایی خالی هم داشته باشیم و کار خاصی انجام ندهیم اما باید بدانیم که اصلا اینطور نیست باید بدانیم که بعضی وقتها بهترین گزینه ای که به آرامش و تمرکزمان کمک می کند در واقع هیچ کاری نکردن است در سال 2014 مقاله‌ای در مجله اکونومیست نوشته شد که نشان می‌داد فرهنگهای فردگرا که نسبت به ارتباطات بیشتر بر روی دستاوردها تاکید دارند باعث شدن این ذهنیت به وجود بیاید که زمان مساوی است با پول خودمان را رو بر روی تردمیلی تمام نشدنی از وظایف و مسئولیت ها گیر ایم و زمانمان را به گونه میگذرانیم که باعث آشفتگی، استرس و ناتوانیمان می میشود البته کوشی و داشتن زندگی فعال چیزی بدی نیست اما تلاش بیش از اندازه میتواند ما را به نقطه‌ای به نام بازدهی نزولی برساند که تأثیری کاملا برعکس دارد و باعث از دست دادن انرژی، خستگی و افسردگی ما می شود. باید بپذیرید که کار کمتر می تواند گاهی تأثیر بیشتری داشته باشد. نویسندگان کتاب برای ساده سازی فعالیت هایمان نکات زیر را پیشنهاد می کند. وظایف هر روزتان را رو بندی کنید. از خودتان بپرسید که آیا واقعا لازم از بعضی کارها را انجام بدهید یا به بعضی تعهدهای آن روز خود پایبند باشید؟ هر روز سه در هدف مشخص و مهم داشته باشید و روی آنها تمرکز کنید. هر روز وقت مقدس داشته باشید و از هیچ کاری نکردن لذت ببرید. مطمئن شوید که فرزندانتان هم بین کارها و تکالیف مدرسه و کلاس فوق برنامه خود زمانهایی داشته باشند برای هیچ کاری نکردن. این کار برای پیشرفتشان حیاتی است. محل کارتان را همیشه به موقع ترک کنید. هر چند وقت یک بار برای چند روز از دنیای دیجیتال فاصله بگیرید. بخش دوازدهم. با به تعویق انداختن کارها خداحافظی کنید. یکی از بزرگترین قاتلان تمرکز و قطعا یکی از سریعترین راه ها برای به هم ریختن ذهن تعلل کردن است. ما به دلیل ترس کارهای خود را به تعویق می اندازیم چرا که نمی خواهیم ذهنمان را به چالش بکشیم یا نمی خواهیم انرژی زیادی را هدر بدهیم و یا اینکه از شکست خوردن و اشتباه کردن می ترسیم. به تعویق انداختن کارها باعث به وجود آمدن اثر گلوله برفی در ذهنمان می شود. به این معنی که یک کار یا وضعیت را کم کم از حالتی کوچک و بی اهمیت به حالتی سخت و سنگین و مصیبت بار تبدیل می کنیم. این وظایف به تعبیق افتاده ابری تاریک را بر بالای سر شما تشکیل می دهند که شما همه جا با خودتان به همراه خواهید برد. کریستوفر پارک می گوید احمال کاری مانند کارت اعتباری است تا وقتی صورت حسابی برایتان نیاید بسیار سرگرم کننده است. بدانید که اگر کاری را باید انجام بدهید بهتر است که انجامش بدهید به تعویق انداختن آن کار همه چیز را بدتر می کند پس انجامش بدهید و فراموشش کنید برای خودتان ذهنی بدون سرصدا بدون استرس و بدون ابرهای تاریخی بسازید اکثر ما انسانها هر روز حداقل یک ساعت را به عقب انداختن کارها سپری می کنیم. اگر تمام این یک ساعت ها را در طول یک سال جمع کنیم حدوداً 52 روز می شود. یعنی شما 52 روز از سال را صرف عقب انداختن کارهای خود می کنید. حالا به کارهایی می اندیشید که می توانستید در این 52 روز انجام بدهید. می توانستید یک کتاب بنویسید، یک زبان جدید یاد بگیرید یا یک دوره آموزشی را بگذرانید. اینطور نیست؟ برای جلوگیری از به تعویق افتادن کارهایتان مطمئن شوید که از قلب برنامه‌ریزی کنید و بدانید که چه کارهایی در اولویت هستند. تمام لوازم و وسایلی که برای انجام کارتان لازم دارید نزدیک دستتان قرار دهید و عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید خیال بافی و تجسم کردن هم می تواند کمکتان کند مثلا قبل از شروع کار خودتان را در وضعیتی تصور کنید که آن را به خوبی و با موفقیت به پایان رساندید این روش تحریکتان می سریعتر و با انگیزه تر کارتان را شروع کنید. برای خودتان زمانهای استراحت تعیین کنید و هر زمان که کارتان را به پایان رساندید به خودتان پاداش بدهید. نویسندگان کتاب معتقد هستند که این روش ها برای انجام کارهایی که ممکن است به تعبیق انداخته شوند بسیار کمک کننده و کاربردی هستند. سخن پایانی افکار شما نباید آنقدر قدرت داشته باشند که شما را تحت سلطه خود در بیاورند. اگر با آنها اجازه بدهید، به راحتی کنترل تمام کارها و اعمالتان را در دست می گیرن. اما شما می توانید خودتان را از افکارتان جدا کرده و کنترلشان را بر عهده بگیرید. شما می توانید با کارهایی که در این کتاب گفته شده، همه چیز را به سمت بهتری برگردانید. بدانید که مغز شما دیگر نیازی ندارد که مثل اجدادمان بیشتر به چیزهای منفی تمرکز کند البته که هیچ فردی نمیتواند صد درصد مثبت فکر و زندگی کند اما همه ما میتوانیم با کمی تمرین تغییر چارچوب را یاد گرفته و افکار منفیمان را در قالب بندی جدید بازآفرینی کنیم می توانیم افکارمان را به شکل مثبتتری بیان کنیم و نگذاریم آنها تبدیل به یک قطعیت و حکم کلی بشوند برای مثبتتر بودن تلاش کنید و بدانید که این کار مزایای بسیار زیادی برای شما خواهد داشت از سلامتی گرفته تا احساس خوشبختی بیشتر در زندگی و روابط بهتر و پایدارتر پیشنهاد کاربردی در پایان هر روز مواردی را برای خودتان بنویسید که میدانید در زندگیتان ارزش دارند به دلیل وجودشان در زندگیتان گذاری و سپاسگذاری کنید طرز فکر نیمه پرلیوان را در خود پرورش بدهید با افکار منفی که در طول روز به سراغتان میآید درگیر نشوید و در مقابلشان مقاومت نکنید به جای اینکه چارچوب و قالب بندی این افکار را تغییر داده و آنها را با افکار مثبت جایگزین کنید هر روز برای خودتان ده دقیقه وقت بگذارید که یک گوشه بنشینید و هیچ کاری انجام ندهید پایان